چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که یک ساعت از وقت خودشون رو مایه میذارن، تشمیران در برنامه گفتگوی خودشون شرکت میکنن و ما را از حضور خودشون خوشحال میکنن. امیدوارم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه در مراسم امروز خودتون شرکت کنید و ما را از اطلاعات، پیشنهادات و بقیه صحبتاتون بهره‌مند بفرمایید. چند روز بیشتر به عید نمونده، امروز نهم ماه مارچ هست که تقریبا یه 20 روز دیگه تقریبا یه عید میشه دیگه. 12 روز دیگه انشالله که میشه 21. امسال میگن روز درست 20 مارچ سال تحویل خواهد شد و ما اجازه میگیریم قبل از تحویل سال به همه شما تبریک بگیم و این جشنی رو که ایرانیان باستان شروع کردن تا اونجا که ما میدونیم و اینو در تمام اون منطقه جشن میگیرن، از ترکیه تا تاجیکستان جشن میگیرن و جشنی هستش که واقعا اگر یه جشنی در تمام دنیا در تمام دنیا امکانن هست که مردم بتونن ازش استفاده کنن، همین جشن عید نوروز هست. و در ضمن یواشکی اون ورش یهودی‌ها و مسیحی‌ها هم که البته آلت دست یهودی‌ها هستن، یک جشنی دارم به نام بازگشت حضرت عیسی و عروج ایشون به عرش و اینو بهش میگن ایستر و اون هم انداختن درست بغل نوروز، یه دو روز این ور یا دو روز اون ورش نوروز هست. البته خب نمیخوام بگن نوروز هست ولی خب هست. بعد همه جشن میگیرن. این هستش که ما خوشحال هستیم که به تدریج داره تمام دنیا دارن اینو میبینن و این جشن رو میگیرن. در ضمن هم یکی از شخصیت‌های خیلی بزرگ ایران قبل از جمهوری اسلامی ایران شخصی بود به نام جمشید آموزگار و ایشون اون زمان که اوپک وجود داشت اسمشون بود شیر ژیان اوپک و ایشون بعد که انقلاب شد ارتباط داشتن با داخل و بالاخره تو همین منطقه ما مستقر شدن و اینجا یک موزه هست به نام سمیتسونین میوزیم
اینا هر سال یک روز به خصوصی رو جشن میگیرن و تمام چیزهایی که راجع به ایران هست به نمایش میذارن. پارسال ما رفتیم، امسال نمیدونم انجام شده یا نشده. اگر نشده شما در این محل زندگی میکنید حتما برید و خیلی هم خوب بود. یعنی واقعا دست دوست نداریم بگیم، الله قوت به همه اونهایی که تو این کار شرکت کرده بودن. بله، تبریک میگیم به تمام افرادی که در این هستی هستن، اونهایی که در ایران هستن یا در اطراف ایران هستن یا جاهای مختلف دیگه هستن که با باز آمدن بهار در زندگی خودشون هم یه صفحه جدیدی رو باز میکنن. ما تبریک میگیم و امیدواریم که سال آینده برای همه اونطوری که هست انشالله باشه و قبول بکنیم که هرچی برای ما اتفاق میفته به نفع ما هست. حالا ما با این صحبت ممکنه در ناراحت بکنیم، ولی خب الله کریم. در اخبار این چند روز گذشته، خب اخبار خیلی خیلی زیاد هست، ولی اخباری که خیلی خیلی برای ما مهم هست امتحان کردن یک موشکی بوده دیروز پریروزا، که این موشک خیلی خوب پرتاب شده، آتیش زدن رفته بالا. بعد یه عده زیادی از مخبرین و مطبوعات مختلف هم اونجا بودن، رپورتاژ خیلی زیادی تهیه کردن و مسئولین امر گفتن این موشک قدرت رسیدن به سرزمین های غاصبین سرزمین فلسطین داره، اونهایی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن در تیرس این موشک هستن. و اولین چیزی که شده زود ننه من غریب اما زود دویدن که آی داد بیداد، اینا میخوان بمب اتم برس کنن، فلان کنن، بهمان کنن. بعد اون افراد مسئول اونجا هم گفتن نه خیر، این فقط هوشیاری هستش که ما میتونیم و برای این هستش که ما میتونیم، ولی خب ما به هیچ وجه به اون چیزهایی که دست جمعی افرادی رو میکشه ایمان نداریم. فقط همینقدر بدونید که شب که خوابیدی ممکنه یه پتاق بشه، اگه دست از این کاراتون بر ندارید از سرزمین های فلسطین خارج بشید و مردم فلسطین رو اینطور به نکبت و خار و خون نکشید و تمام این اتفاقاتی که داره میفته دور بر فلسطین اشغالی فقط برای این هست. یه عده خیلی کمی که اصلا تعدادشون یک دهم، یک پنجم، یک درصد، 2%، 3% از جمعیتی که اونجا زندگی میکنن نیست، ولی برای خاطر این جمعیت کوچولو تمام اونجا رو به خاک و خون کشیدن، چه سوریهش باشه، چه عراقش باشه، چه افغانستانش باشه، چه مصرش باشه، چه لبنانش باشه، چه اردنش باشه، همه اینها رو مثل هم گفتیم، لیبی هم گفتیم، بله لیبی، چه لیبی باشه، حالا لیبی هم بی سر و پیکر کردن که نفتش رو بردارن ببرن. پس بنابراین بدونید افرادی هستن تو این دنیا که برای خاطر یه عده خیلی کوچیکی حاضر نیستن 7.5 میلیارد جمعیت دنیا نفس راحتی بکشن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی. 1001 جور کلک و بامبول در میارن مردم بدبخت بیچاره، یه روز با یه ویروس فلان این کارو میکنن، یه روز دیگه با یک چیز اقتصادی این کارو میکنن. برید ببینید، بپرسید، آگاه باشید که یک روزی خواهد رسید که این مردم دیگه اون شانس سومشون رو داشتن و از این شانس سومشون استفاده نکردن و هر چیزی که اتفاق بیفته تقصیر خودشونه، تقصیر هیچ کسی دیگه نخواهد بود. حضرت موسی تشریف آوردن، اینها رو از مصر نجات دادن. حضرت عیسی اومدن، اینها رو از اون فساد رباخاری و دورور معابد نجات دادن. حضرت محمد تشریف آوردن و به اینها گفتن که بابا این کارا صحیح نیست و در کتابهای خودتون هم شده آمده که کسی خواهد اومد که مکمل همه دین هاست و مکمل همه این دین ها قرآنه. 1001 جور بامبول در آوردن. بعد دیدن که خب قرآن رو نمیتونن چیز بکنن، حاشا کنن که هم چیزی نیست،
اومدن گفتن خب ما بلدیم بگیم معنیش چیه، تفسیر چی هست. بعضی چیزای دیگه هم هست که میان حدیث، حدیث یعنی یکی این حرف رو زده و من میگم من شنیدم، اون شنید، یکی شنید، اون یکی شنید، یکی شنید که اون این حرف رو زده. و جزو این حدیث هم یک حدیث خیلی جالب است که میگه حدیث اسرائیلی، یعنی اسمش هم روشه، که یک سفری هست که حضرت پیغمبر اکرم اسلام از مکه به یک جایی به نام مسجد اقصا، البته اون نقطه اقصا اونجایی نیستش که حالا در فلسطین هست و میگن اینجا مسجد اقصا هست و فلان این حرفا، ولی به هر حال از اون مسجد اقصا میرن به عرش و بعد بر میگردن. وقتی بر میگردن، البته اینا دوباره هیچ کدومش تو قرآن نیست، این حدیث، حدیث یعنی یه چیزی که یکی گفته، این گفته، اون گفته، اون گفته. بعد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میان و در یک مرحله پیغمبرهای قبلی بودن، یکی از این پیغمبرها حضرت موسی هستند و تشریف میارن و میگن که یا محمد چی شد؟ حضرت محمد هم میفرمان من رفتم در حضور الله سبحانه و تعالی فلان فلان و ما قرار شد مثلا 10 رکعت نماز بخونیم یا 50 رکعت نماز بخونیم در روز، دعا بکنیم. حضرت موسی به ایشون میگه که این که خیلی زیاده، برو ببین یه تخفیف میتونی بگیری، خوب گوش کنی را. خلاصه حضرت پیغمبر بر میگرده باز به عرش، میگه یا الله مثلا بنده های ما اینطور هستن، این خیلی زیاده 50 تا. الله میگه خب 25 تا. ایشون باز میخواد پایین، استغفر الله و تو بده. حضرت موسی میگه چی شد؟ میگه گفتن 25 تا. میگه بابا این خیلی زیاده، برو بگو نصفش کنن. خلاصه خوب گوش کنید کجای دین اینا آب میریزن، که بعد میگن بله آخر سر الله گفتن که خب قبل از طلوع آفتاب ظهر، قبل از غروب آفتاب و بعد از غروب آفتاب و قبل از شب 2 رکعت صبح بخونید، 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت در غروب آفتاب، 4 رکعت هم بعد از اینکه آفتاب غروب کرده و شب رسیده، یعنی شب شده، شب که میشه شب دیگه تاریک شده. یعنی چی؟ یعنی ورداشتن دیدن زورشون به قرآن نمیرسه، از این ور از اون ور کشیدن، اینو کشیدن اونو کشیدن. حالا یه چیزایی دارن میگن که اصلا واقعا دور از هر منطق و چیزی هست، ولی خب به هر حال بحث دین نمیخوایم بکنی، ولی این کارا رو کردن. بعد این موشک هم که چیز شده، امتحان شده، اون افرادی که مسئول این کار هستن گفتن بله ما این موشک رو ساختیم که بردش به سرزمین های اشغالی هست و خلاصه کار خودتون رو بدونید دیگه، بیشتر از اینجا رو شلوغ بکنید و ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم. خب در تمام این مدت که ایران ایران بوده، در تمام این مدت که قاجارها بودن و نم فلان بودن، اینا هیچ وقت به کسی تعرض نکردن، همیشه از خودشون دفاع کردن. حتی اون جنگ هایی هم که اون ولیعهدی بوده، چی میرزا بوده اسمش، عباس میرزا بوده مثل اینکه اسمش، که در جنگ هایی با روسیه اون زمان شرکت کرده بود و به خاطر اینکه اونهایی که تو تهران بودن یا در دربار بودن سرشون به کارهای دیگه مشغول بوده، قشون برای نفرستاده بودن یا پول نفرستاده بودن که خرج سربازشو بده، اینو شکست خوردن و 2 تا قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان منعقد شد و تا حالاش هم که هست ما تون اونو پس میدیم. ولی ببینید زیرکی دشمن رو، زیرکی دشمن اینطوری هستش که این قراردادها 80 سال چیز داشته، عمر داشته، که بعد از 80 سال افرادی که اون منطقه زندگی میکنن میتونن یه رفراندوم داشته باشن و رأی بدن که باز برگردن به پیکر اصلی خودشون که ایران باشه یا نه. قبل از اینکه این 80 سال برسه، روسیه‌ای که اون طور بود، اتحادیه جماهیر شوروی بود، از هم پاشید و شد روسیه. بعد وقتی که ایران خواست این
چیزو بگه که بله اینطوری باشه. اونا گفتن خب حالا که با ما که چیز طرف نیستیم، ما قرارداد امضا کردیم، اینا که نکردن. همونطور هم سر ایران کلا گذاشتن راجب نفت شمال، نفت بحر خزر، اونجا هم همینطور کلا گذاری شد که نصف اون نفت مال ایران بود، نصفش مال روسیه بود، چون روسیه یه مملکت بود. بعد که روسیه اصلا پاشید، اینا شدن چندین مملکت، گفتن سهم ایران 10% یا 12.5%. به هر حال حالا ایران هم میگه بابا ما با کسی کاری نداریم، با ما کاری نداشته باشید، ما مملکتمون میتونیم آباد کنیم، میخواییم کار ایجاد بکنیم، میخواییم رفاه برای مردممون ایجاد بکنیم. تو خود مملکت هم تو در دم دستگاه دولتی هم افرادی هستن که ممکنه بر دست شیطان باشن، اینها رو هم یواش یواش دارن شناسایی میکنن و اون مثل اون چمنهای هرزه که توی خود چمن هست، اینو تک تک نگاه بکنی به چمن میبینی که اینا هرزه است، اینها رو دارن میجورن در میرن میندازن دور. و ملت ما ملت هوشیار رو در صحنه حاضر هستن، اینها افرادی نیستن که به این سادگی یکی بخواد سرشون کلا بذاره، به این سادگی بخواد اینا رو این ور اون ور بکنه. ولی خب یه زخت زمان خواهد بود و هوشیاری لازم هست. و در تمام این مدتی که بعد از 911 این یک واقعی بود، در 911 حالا کی این کار رو کرد چی نکرد اونم بمونه، اون یه بحث دیگه است، هر کسی این کار رو کرد لعنت بر او. و این اون راهو باز کرد برای قشون کشی آمریکا به اون منطقه حساس، و ایران هم برای اینکه تو اون منطقه هست، برای اینکه منافع خودشو حفظ کنه، همه در افغانستان همه در عراق همکاری کرد با قشون کشی آمریکایی. منتها آمریکایی از اونجایی که خیلی 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 نمک نشناس هستند، نمک رو میخورن و نمکتون رو میشکنن، همه در افغانستان همه در عراق، در هر دوی اونها کمک ایران رو دیدن ها، ولی نخواستن قبول کنن که بله شما کمک کردید. کمک ایران در افغانستان چی بود؟ در شمال افغانستان گروهی هستن به نام هزاره فکر میکنن، یا مزار شریف، اونجا یه جایی هستش که افرادی که اونجا زندگی میکنن، البته تمام افغانستان و قسمتی از پاکستان و بقیهش اونها جزای چیز قدیمی ایران بوده دیگه، این که همتون میدونید. ببخشید من اینجا نگاه بکنم. بله تلفن ما در ضمن هست 202 753 99 33. هر وقت زنگ زدید ما به شما جواب میدیم. بعد دوست عزیزی هم هفته پیش زنگ زدن پیام برای من گذاشتن، یک ذره دیگه من صحبتم به یه جایی رسید، این پیام رو برای همه پخش میکنم. همه در مزار شریف، همه در عراق، در هر دوی این لشکرکشی ها ایران مهره اصلی موفقیت اینا بود، ولی اینا به مجردی که فکر کردن کار تمومه یه بلاخ به ایران دادن، ایران هم خیلی خوب کاری نداره ما میشینیم عقب، حالا خودتون ببینید چه خبرتون میشه. اینقدر مجروح اومد 30,000 نفر 40,000 نفر دست و پا از دست رفتش، کلی از اینا مجروح چیزی هستن، رفتار و مجروح روانی هستن که هر دفعه میبینید یکی خودشو کشته برای چی، برای این بالاخره دیگه اینها به هیچ وجه قدر همکاری ایران رو با خودشون ندیدن. ایران گفت خیلی خوب، حالا که این دوشون ما خودمون رو قوی میکنیم تا شما بیایید طرف ما. و حالا اینا اومدن با این صحبتهایی که نمای داد بیدانی حرفا، و یواش یواش داره در میاد که بله ایران کمک کرد افغانستان رو از شمالش، اون چیزایی که در شمال بودن رفتن به طرف کابل، اونا بودن که فتح کردن افغانستان رو از دست این طالبان ها. افرادی بودن در افغانستان، در شمال افغانستان بودن، اسماشون هم یادم بود، گروه مخصوصی بودن اینا، با یک شاه مسعود نامی بود، با اون
همکاری میکردن و اینا تونستن که برن و افغانستان از دست طالبان ها بگیرن. به همین صحبت هم وقتی که امریکایی ها میخواستن به عراق حمله بکنن، چون اینها موشکایی که دارن موشکاشون ردنما داره، خب مثلا نوشته در کیلومتر 6 مثلا یه دونه درخت هست، خب مثلا میگم درخت که خب فردا خوش بشه، یک راهنماهای جغرافیایی هست. چون خود عراق از خلیج فارس تا بغداد صاف صافه اینطوری و هیچ چیز ردنمایی نداره اونجا. بعد تمام غرب ایران در اون منطقه کوهه، کوهام بلندی داره پایینی داره، اینا اندازه های مخصوص داره، مثلا تا یک نیم سانت هم اینا میتونن اندازه داشته باشن از طریق ماهواره یا هرچی از هدایت بکنن این موشک ها رو. اون بر همه صافه. خب به این یارو بخواد بگه به موشک چقدر برو تا بره بالا یا بیاد پایین، موشک هدر میره. اینه که از اون طریق ایران همکاری کرد با اونهایی که حمله کردن صدام حسین رو از برداشتن از سر جاش. ولی بعد از اینکه تموم شد، آقای بوش اون صحبت محور شوم رو پیش آورد، ایران هم گفت خیلی خوب مانعی نداره، حالا به قول ترکا گفتنی تور شده آش، یه چیزی از آش یه چیز از بخور، حالا که گفتی بخور تا پاش بلرزی فلان، و تا حالا هم داره ادامه پیدا میکنه. هر دفعه هم ایران میفرسته مردم و میره اونجا فعالیت میکنه و پاکسازی میکنه، اینا میگن ما کردیم، ایران هم میشه کنار. بعد از یه هفته میگن نتونستن، باز دوباره میره کمکش. به هر حال ما امیدواریم اونهایی که صدای ما رو میشنون از ملت خود، از مملکت خودتون به ایمان داشته باشید، به ملت خودتون، به مملکت خودتون، به اونهایی که دارن این مملکت دارن چرخ مملکت شما رو دارن میچرخونن، با تمام اینهایی که میگن این برد این زد این دزدید فلان فلان، چرخ مملکت دارن میچرخونن. این مردم اگر یه روز چرخو نچرخونن این چه خبر میشه؟ چرخ مملکت رو دارن میچرخونن. ایمان داشته باشید، پشتیبانی کنید اون مردم رو، و اگر اون مردم یک گروهی رو انتخاب میکنن به انتخاب اونها احترام بگذارید. بعد از یه مدت معلوم میشه که آیا این انتخابات الکی بوده نبوده، تهران انتخاباتش اینطوری بوده، یزد و کرمان و کرمانشاه و فلان و این ورا فرق کرده. مردم ما مردم باهوش هستن، از یکیش بپرسی یه سوالی رو هر جور هر سوالی داشته باشی یه جواب برات داره، یه چیزی بهت میگه. بله، و ما خوشحال هستیم که ملت ما مردم ما یک پارچه میان طرفداری میکنن. حالا نتیجه چی میشه اون یه حرف دیگه است، ولی اون افرادی که دستشون توی نم فلان هست یواش یواش میاد بالا، یعنی مثل یک قلبیر بزرگه که نخاله ها تو اون میمونن و این قلبیر هی ادامه داره و هیچ کس نمیتونه خودشو ریز کنه که بره پایین. نمیتونید، شناسایی شدید و نمیتونید برید. و ما امیدواریم که مردم بتونن برای همدیگه کار ایجاد بکنن، بتونن کارگاه های کوچیک ایجاد کنن، 10 نفر 20 نفر یه جا کار کنن، همه شریک باشن با همدیگه، هرچی میسازن بین خودشون تقسیم کنن، سهامو بزنی خانواده هاشون داشته باشن. هستن افرادی در ایران که با کمال میل حاضرن اینطور چیزها رو را بندازن. چند نفر لایق لازم داریم این وسط که بیان و فکر نکنن که امروز روز آخره. نه، چپاول نکنی تو گلوتون گیر میکنه خفه میشید. این آب روونی رو را بندازید، خودتون، خانوادتون، همسایهاتون، محلیاتون، همه این حرفا بجوشه با هم، بجوشید با هم که بتونه این کارا را بیفته. در حال حاضرم که خب بعضی از این راه ها بازه و دیگه مثل این نیستش که شما یه بربرنگ میخوایی ورداری ببری ایران، یا بیخرتو بگیرن که این بربرنگ مثلا بار سر لوله نم فلانه که بعد به چرخه داری میبری. مثلا دارم میگم از لحاظ صنعتی، در صنعت همونطور که همتون میدونید چند صنعت پایه‌ای هست، ریختگری و تراشکاری، این دوتا صنعت پایه است.
ریختگری و تراشکاری، و در حال حاضر دارن دستگاهی درست میکنن که چاپ میکنن این چیزا رو. از ورقهای مختلف میتونی بذاری چاپ میکنن اینو، میبرید اینطوری مثلا میشه یک دونه تلمبه، اینطوری درست میکنه میشه یک موتور، اینطوری میکنی میشه مثلا یک سیلندر، اینم چی اتومبیل که هم چند تا سیلندر باید داشته باشه. پس بنابراین بدونید قادر هستید، مثل زمان قبلی نیستش که فقط یک دونه آفتابه بسازید. حالا همه چیز در داخل تولید داره میشه و ما پیشنهاد میکنیم بر اونهایی که در رمز کار هستن، در اول کار هستن، در اون سطح بالا هستن، صنایع منتاجی رو بر نگردونن توی ایران باز دوباره. برای این که مگه یاد نگرفتید یارو تا خواست نکات به زمین به کوبتت تیکه ها رو نداد بهت، باید یاد میگیرید خودتون بسازید. حالا اون چیزی که شما میسازید میکنه تلک و تلک بکنه، خب بعد از 10 سال تلک تلکش از بین رفته، مردم پشتیبانی میکنن، صنایع داخلی میخرید. بابا بهترین یخچال ها رو شما دارید میسازید، بهترین صنایع پتروشیمی رو دارید، بهترین کالاهای بافتنی دارید، پارچه سازی هم چی هست، این چیزهایی که میسازن اونجا پشتیبانی کنید. حالا یه دم هستن مریضن، یه جفت کفش میخواد بخره، نمیخواد کفش از کفاش محلی بخره، میخواد کفش ایتالیایی پاش کنه، خب کوف بشه اون پاش، 10 برابر پول میخواد بده، بذار بده چشمش کوف. شما ها نکنید، اکثریت نکنن، اونم که مغازه علکی وا کرده بوتیک اسمشو گذاشتنم 2000 تومن یه جفت کفش، البته 2000 تومن که دیگه 2 میلیون تومن یه جفت کفش، $1000 مثلا یه جفت کفش، مردم نخرن، اونم میبنده اونو میره پیکارش. ملت ما نباید تجمل پرستی بکنن، کفش باید راحت باشه بپاید، یه سال هم دوام پیدا بکنه، حالا بیشتر دوام پیدا کرد الحمدلله. حالا که خب الحمدلله مردم یه جفت کفش، زبانهای ما فقط یه جفت کفش بیشتر نبود، نزدیک ایک که میشد یه کفشه رو باید با نخ ببندی به پا بود، حالا دیگه الحمدلله رب العالمین میشین 2 تا کفش داشته باشید. صنایع محلی رو پشتیبانی کنید، ای بازرگان ها، ای افرادی که از دلالی دارید پول در میارید، نکنید این کار، بذارید ملتتون پیشرفت بکنه، بذارید کار در ایران ایجاد بشه، بذارید کار ایجاد بشه. بله، یک خبری اینجا برای ما رسید، این رو ما میذاریم اینجا با هم میخونیم و ببینیم این چی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این از خبرگزاری فارس هست، شنبه 18 اسفند که مال 2 روز پیش میشه، نه در 3 شنبه ببخشید دیروز بوده، امروز شد 4 شنبه 19 اسفند، سبحان الله 10 روز دیگه. بله ببین اخبار این چی هست. بله اینجا نوشته که حال حسین شریعت مداری خوب است. خب اونهایی که میشناسید حسین شریعت مداری کی هست، ایشون مدیر مسئول روزنامه کیهان هست، مثل که خبرگزاری فاضل برای فکر من همون آقا باشه دیگه، مال روزنامه کیهان اونجا هست. بله ایشون نظریاتش نظریاتی هستش که با بعضی ها فرق میکنه، فکر میکنم مثلا ایشون امکانا یه محافظه کار سیاسی ایران باشه. محافظه کار هم خب میدونی که نظرشون یه ذره فرق میکنه از اون یکی ها، و ایشون مقالات خیلی زیادی مینویسن، صحبت های زیادی میکنن که یکی از حرفایی که ایشون زدن وقتی که این مذاکرات تموم شد و اون
نوشته برای برجام یا برجام شروع شد. بعد ما فهمیدیم که اینجا به انگلیسی به این میگن plan of action. خود اکشن رو نگفتن، گفتن plan of action. خود اکشن هنوز نمیگن هیچی به هیچ کس، ولی میگه plan of action اینه. ما یکی اینطوری باید بکنیم، یکی اونطوری بکنیم، نمی اینطوری فرام فرام نمیدونیم ما، اونایی که میدونن. ولی تا اونجایی که ما فهمیدیم این هستش که این plan of action برای اون قراریه که آقای روحانی و ظریف در زمان آقای خاتمی با بقیه قرار گذاشته بودن، برای انجام اونه plan of action، چیز جدیدی نیست. به همین علت هم بود که آقای روحانی میگفت ما برای چیزی امضا نکردیم که بیاریم به مجلس بدیم که قبول کنه یا نکنه. حرفش هم درست بود. قبلا پوست رو با آب داده بودن و حالا داشتن میگفتن که خب حالا که به آب دادیم چطوری بقیهش انجام بشه. آقای شریعت مداری توی یکی از این نوشته هاشون نوشتن که به قول خود آقای رئیس جمهور، ایشون میگن که ما دو تا زدیم و سه تا خوردیم و برنده شدیم. ایشون خیلی قشنگ میگفت، والا ما اولین باره میشنویم که یکی سه تا گل خورده و دو تا زده و برنده شده. حالا این بنده خدا بسی که چند روز پیشا حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان صبح امروز در مراسم زیارت عاشورا دچار عارضه مغزی شد و فوری به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت. خب صبح امروز در مراسم زیارت عاشورا، خب زیارت عاشورا رو تا اونجا که من میدونم معمولا در زمان در روزهای محرم میخونن یا در یک روز به خصوص هست که دعا میکنن، چیز زیارت عاشورا رو هم میخونن. بعد اینطوری می به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، به گفته نزدیکان شریعت مداری، وی صبح امروز به دلیل گرفتگی عروق مغزی در بیمارستان بقیعت الله تحت درمان قرار گرفت. بله. اکنون حال وی مساعد به حال طبیعی بازگشته است. همچنین به گفته پزشکان جای نگرانی نیست و خطر رفع شده است. انتهای پیام. خب بعد یه عده‌ای اینجا نظر دادن، یه عده سلام کردن، یه فلان کردن. من اجازه میخوام چند تا از اینا رو بخونم و در ضمن اگر رگی در مغز گرفتگی پیدا بکنه، من دکتر نیستم، هیچ اطلاعی ندارم، من دیدم اونهایی رو که سکته مغزی میکنن، در ایران بهش سنکوپ میگفتن، به چیزی حمله قلبی میگفتن، سکته قلبی به چیز مغز میکنن سنکوپ میگفتن، حالا این فرانسه هست یا چه زبانی هست. وقتی که در مغز اختلالی ایجاد میشه، چون مغز دیگه خیلی خیلی حساس و پیچیده است و تمام ساختارش در بین یک حفره‌ای هست که دورش یه لایه محلول هست که این مغز یعنی به زمین اینطوری بخوری از دهن در نمیاد، اونجا یه همچین چیزایی هست. و این رگ‌هایی هم که در مغز هست بعضی وقتا خیلی خیلی نازکن و اگر یکی از اینها خبری بشه، کلی از چیزهای مغز بهش اکسیژن نرسه، سریع میمیرن اینا. یعنی اون ارتباطاتی که اینطوری هست دیگه نمیتونی چیز بگیری، باتری نیستش که از این ماشین بگیری که باتری بذاری تقلی بذاری مثلا روشن بشه. اینطور که اینا میگن انشالله همینطور باشه. اگر کسی عارضه چیزی مغز براش ایجاد بشه، رگش یه چیزی میشه، این به این سادگی ها برطرف نمیشه. ولی اینا اینطوری میگن که بله برطرف شده و ایشون حالش رو به بهبود هست و ما آرزو میکنیم که ایشون هم حالش بهتر بشه. بله. بعد اینجا شخص فلاح فر یا شخصی به این نام
برای سلامتی این روزنامه نگار شجاع و حقگوی همگی حمد شفا و صلواتی قرائت کنید. بعد میشون میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد اینجا میشه یه نفر گفته یا آمین یا رب العالمین، دعا دارم میکنن. بعضیشون چیزاشون یه ذره بیشتر نوشته شده، خیلی ببخشید، ما دوست داریم اینا رو بخونیم. اونهایی که صدای ما رو میشنوید و میخواهید با ما تماس بگیرید میتونید، و شماره ما هست 202-756-99-33. هر وقت زنگ بزنید ما به شما جواب میدیم. در ضمن برنامه امروز ما روز چهارشنبه داره انجام میشه، ما برنامه‌مون رو آوردیم وسط هفته که هم برای شما آسوده تر باشه، هم برای ما یه مقدار وقت داشته باشیم که بیشتر برای شما اطلاعات جمع آوری بکنیم در اوایل هفته. و از هفته های آینده انشالله اگر قسمت بشه و خدمتتون برسیم روزهای چهارشنبه خواهد بود برنامه ما، و خیلی خوشحال هستیم که تشریف میارید و شرکت میکنید. خواستید به ما زنگ بزنید 202-753-99-33، شماره ما اینجا هست. تا این دولت بار کارهایش مردم مدن خدا سکر. خیلی جالبه میگه تا این دولت با کارهایش مردم و منتقدین خود را سکته ندهد راضی نمی شود. دولتی که بیشتر نقش از رانیل را برای مردم بازی میکنه. رانیل نمیدیم چه رائیل، اینا یه لغت هایی که ما اصلا نمیدیم یعنی چی، چه رقی داره. بعد یک کسی دیگه سلام برادر و یه خواهر دینی، برای برادر من جای شما باشم و این طور و با طعنه در حق و مقام فرشته مقرب خاص الله سبحانه و تعالی بی احترامی کنم، اگر انجام دادم استغفار میکنم. برادر و ای عزیزان، در حضرت اسرائیل علیه السلام مکر مگر کاری و یا عملی به جز بندگی و اطاعت از دستور الله سبحانه و تعالی میدانی؟ آهان، ایشون داره خورده میگیره به اون یکی که میگه چیز داره که این دولت کارهایی داره میکنه که اونهایی که ازش انتقاد میکنن و فلان میکنن بهشون سکته میده. ما معتقد بر این هستیم که هر کدوم ما، هر کدوم فرق نمیکنه، من باشم، شما باشید، هر مخلوقی که تو این دنیا از هر دین و آیین، از هر مملکتی، از رنگ پوستی، از هر قیافه‌ای، هر چی که خلق شده، در اون موقعی که دهن به این دو چشم به این دنیا با کرد و یه آه صدا کرد و نفس اولش رو کشید، یه کنتور داره. این کنتور هم تا یک مقدار بیشتر جا نداره. اون مقداری که جا داره برای هر کدوم نفر ما فرق میکنه. مال یکی مثلا 10 ساله، مال یکی 100 ساله، مال یکی 2 ماهه، مال یکی مثلا 50 ساله، مال یکی 120 ساله. چند روز پیشا، اینو هفته پیش دارم اینجور گفتیم یا نه، که یه خانومی که سیاه پوست هست به آقای اوباما یه نامه نوشته که چون شما رئیس جمهور امریکا شدی، قبل از اینکه کار تموم بشه دوست دارم بیام باهات در کاخ سفید برقصم. بعد این اوباما واقعا خیلی زرنگه، یا الله. خلاصه ایشون هم اطلاع داده که بیایید، این خانومی که 120 سالشه، یا ما اینو اشتباه داریم میگیم، اومده اونجا، هوا و هوشش خیلی سرخم، خیلی خوب، منتها خوب یه ذره خمیده اینطوری. خلاصه چه رقصی با آقای اوباما میکرد، چه رقصی به خانم اوباما، همه با هم 3 نفری داشتن میرقصیدن. پس بنابراین ما نمیدونیم کنترل هر کدوم ما چقدر چیز داره، چقدر گردش داره تا بگه پپ زنگ بزنه که ایران بیوخ بریم. اینم این حرف رو میزنه که اسرائیل هیچ وقت بدون دستور الله سبحانه و تعالی سراغ کسی نمیاد. سراغ هر کسی هم که اومد نمیتونی بگی من نمیام. یعنی این انتخابی نیست. ما بعضی وقتا صحبت میکنیم در بعضی جاها، میگن خب ما حتما باید این کار رو انجام بدیم. میگم نه جان من، نه جان من. تنها کاری که باید انجام بدی و نمیتونی بگی نه،
اون موقع است که اسرائیل اومده میگه وقت شما رسیده، بفرمایید برید. اونجا نمیتونی فرار کنی، نمیتونی سوار این موشکا بشی بری آسمون، یه دست اسرائیل به درسه. یعنی هیچ راهی نیست. البته خب اونایی که اون تئوری های نسبی آینشتین رو میدونن میگن اگر یک جسمی در یک سرعت خیلی بالایی حرکت بکنه زمان براش میایسته. خب حالا اگر من میخوام مثلا باشم، باید توی موشکی برام بفرستن یه جایی که راه باز باشه، به سرعت مثلا نزدیک به نور برم. خب کی میخواد یه کار رو بکنه؟ اون چه نوع هستیه؟ این هستش که هر زمانی که دارید، هر زمانی که دارید خوش باشید و حد اکثر استفاده هر لحظه زندگیتون رو بکنید. نقشه برای بقیه نکشینید که چطوری چی میگم پشت پا بگیرید برای یکی بخوره زمین، یا یه از زیر پاشنم چی چیزی بکشی که جا نره، راه غلط نشون بدید، از آدرس پرسیدی دوست که بگی از این ور برو، بگی از اون ور برو، با دونستنی که بعد از این ور بره از اون ور بره. به هر حال بله، این آقا اون حرفا رو میگه که به تقدیم به درگاه الله و در آن جز این ملک خدا هیچ کسی را لیاقت نباشم خیشتاد. بله ایشون داره مأموریتش رو اینطوری رفت داره میاد. بله الحمدلله. نفر بعدی گفته این گفتار شما با توصیه همدلی و همزبانی دولت و ملت و رهبر معظم متناقض است. یه نفر داره چیز میده و جالبه اینجا افراد مختلف از جاهای مختلف میان نظر خودشون رو میگن، هر کسی هر حرفی داره رو میاد و میزنه و این هم چاپ میکنن. در اولش هم میگن که توهین به کسی نکنید، همونطور که ما میایم میگیم و اگه حرفی دارید بیاید بزنید و ما گوش میکنیم. اگر صحبت شما توهین باشه یا شماره تلفنتون ما نبینیم، خب جواب نمیدیم. بله اگر انتقادی هم داریم مؤدبانه بیان کنیم. حضرت اسرائیل یکی از فرشتگان با عظمت پروردگار است. عظمتش از کجا اومده؟ از این هست این اسرائیل امکان گرفتن جون خیلی ها رو در آن واحد داره. خب حالا این حضرت اسرائیل هست خورانه چرا گفته حضرت اسرائیل دیستی که داره احترام میذاره که اسرائیل سراغ او نره. یا الله، اسرائیل یکی از فرشتگان الله سبحانه و تعالی است. فرشته یعنی چی؟ یعنی یک هستی هست که امکاناتی داره. امکانش هم این هستش که اون مهر اگزیت ویزای شما رو میزنه. خب حالا ممکنه 100 تا دست داشته باشه، 100 تا مهر در آن واحد بزنه، یا 10,000 تا داشته باشه در آن واحد مهر بزنه و عظمتی نداره. این کارش این هست. برای اینکه این کارش انجام بده یه همچین امکاناتی بهش داده شده که بتونه این کار کنه. حالا در حال همین الانه که داریم صحبت میکنیم، اونهایی که صدای ما رو میشنویم میدونید که در این مقطع زمانی دستگاه‌هایی هست که با یک دکمه شما بزنی اسم اونایی که وارد کردی، مثلا 10,000 تا اسم هست، یکو اینا همش پاک میشه. دیلیت باتن میزنید، بوم میزنید، بوم تموم شد. خب اینو شما 100 سال پیش همچی حرف میزنید با چوب و چماق از شهر بیرونتون میکردن، ولی خب حالا میبینی نه هست. پس بنابراین اسرائیل هم امکاناتی که الله بهش داده قادر هست این کارو بکنه و این قدرت از اول خلقت داشته تا حالا، اول کارش که نیسته. از این چندین هزار سالی که ما خلق شدیم یا از قبلش یا فلان، این کارش این بوده. بله بی احترامی نسبت به شورای سر فلان. بله اینم میگه حتما احترام بذارید. حالا اینم میترسه اگه احترام نذاره از تقوره نامت به اسرائیل بیاد بی خرور رو بگیره. یا الله، همچی خبر نیست. من وقتم وقتی که برسه یک ثانیه این ورور نخواهد شد. شما هم همین. الحمدلله.
بله اینم از این، با آرزوی سلامتی و عزت آقای شریعت مداری. ببینید در این چند ماه چند نفر از افراد اصیل انقلابی، این چی داره میگه، انقلابی و ولایی دچار آرزوهای سنگین شدند یا از بین ما رفتند و در این دو سه سال چقدر جانبازان پر کشیدن. خب سر نیم دقیقش پر کشیدن و رفتن. خب پر کشیدن گاهی فضا برای رفتن است و مانند جزندول و خون دل و نگرانی از سقوط چیزی نوید نمیدن. من اینو نفهمیدم. گاهی فضا برای رفتن است و ماندن جز خیلی خوب خیلی خوب. این آقا میگه که بله بعضی وقتا اینقدر بس خرابه برای یه نفره و اینقدر افسرده است، خب بره بهتره تا بمونه. این داره میگه بس خرابتر خواهد شد. یا الله، فضا برای رفتن است و ماندن جز اندوه و خون دل و نگرانی از سقوط چیزی نوید نمیدهد. این خیلی خیلی پر صحبت کرد. مثل که اینجا یه آقای دیگه نوشته انشاءالله مثل همیشه حضور این دیدبان رو در صحنه داشته باشیم، دیدبان رو در صحنه داشته باشیم. حاج حسین آقا سر از سلامت باری کرده. این دعای خیلی قشنگیه، از ته دل داره میگه حاج حسین سلامت باشی، سر سلامت باشه. و جالب هم هستش که زمانهای قدیم چاق سلامتی که میکردن میگفت سرتون اصلا سلام باشه، سلامت باشه. اون موقع سکته مغز این حرف هم حتما سرشون میشده که این چیزا رو میگونه. منتها اون زمانهای ما من که کوچیک بودم ندیده بودم اینطور چیزا رو. هر کم سکته مغزی میکرد سفر لاوتو برن زمانش تموم شده بود و تو خیابون نمیدید یکی اینطور اینطوری را بره و بتونه حرف بزنه، ولی خب مثلا دست و پاش کج شده داره اینطور را میره، میگه چه شده، میگه سنکوب مغزی کردم یا سنکوب کردم یا چیز مغزی کردم. و خیلی مشکلی برای اونایی که باقی میمونن. بسم الله الرحمن الرحیم. بله برای اونایی که باقی میمونن خیلی مشکله سکته مغزی، همه بر اون کسی که سکته کرده، هم اونایی که دوره برش هستن واقعا مشکله. ما یه دوستی داشتیم اینطوری بود، 10 سال 12 سال طول کشید تا فوت کرد. آخرش هم طوری فوت کرد که دیگه عضلات بدنش کار نمی کرد، یعنی قورت نمیتونست بده یه چیزی، بعد دوله بذارم به توشی که همش فوت از این طور شد. به هر حال اینم موتوری سر از سلامت خواهش هسته. الله سلامتی کامل و عاجل بده. البته این عارضه مثل عارضه است که برای مرحوم فرج الله سلحشور پیش آمد، اون هم درست در زمانی کارگردانی سریال ضد فلان موسا واقعا مشکوک به نظر میسه. الله از اعلم. این هم داره بله ما نمیخوریم بعضی از این چیزها رو، به نظر یه ذره پرت میاد از قضیه. یکی میگه الله اکبر. برادر عزیزم دعا کنیم همه با هم، ام من یجیب مستر ازا دعا و یک شفتون. بله اینو بخونید، همه اونایی که ایرانی هستید میدونید، حتی اگر مسلمان هم نیستید، این ام من یجیب مستر ازا دعا و یک شفتون خیلی 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 دعای خیلی خوبی هست که میگن اون کسی که واقعا شکسته هست دعاش مستجاب خواهد شد. یعنی با یک خلوص نیت، با یه حضور کامل، دو رکعت نماز بخونید. معمولا قبل از دعا اگر دو رکعت نماز بخونید یه مقدار بیشتر چیز میشید، یعنی اون گیرنده ها و فرستنده ها یه ذره چیزاش باز میشه، آنتنا قشنگ بهتر کار میکنه. و این امن یجیب و مستر ازا دعا و یک شفصون، خاطره دارم من خونمون در امیریه بود، کوچه توتونچی، یه ذره بالاتر از ما یک کوچه بود به نام موعظ سلطان. سر این کوچه یک مسجد بود که مسجد بلور بهش میگفتن، مسجد بلور، چون اسم اونجا بلورسازی بود. ببخشید موعظ سلطان رو غلط گفتم، اون خیابون اسمش
خیابان بلور بود یا کوچه بلورسازی بود، اسمش بود کوچه بلورسازی. این ورش دبستان ما بود، دبستان رازی بود اسمش. این ورش هم مسجد مشیر و سلطنه میگم خدای اسمش بود، مسجد مشیر و سلطنه بود. در ماه های تابستون اون زمان که ماه رمضون بود، من اینا رو اونطوری یادم میاد، ماه تابستون بود، یه آقایی بود به نام حاجی شکوه بهش میگفتن، عمامه سیاهی سرش داشت و ایشون می اومدن و در یه شبهای مخصوص میگفتن این امن یوجیبا، با یه صدای قشنگ اینقدر قشنگ اینو میخوندن که درست تو کلم بوده، امن یوجیبا مستر ازا دعا و یک شفستو، اینطوری میخوندن. بعد حالا ما سعی میکنیم برای برادر عزیزمون حاج حسین این دعا رو اینطوری بخونیم انشالله. بله، بعد میشه حاج حسین با قلمش کمر ضد انقلاب و فتنه را شکست، ذکر بکنیم نفوذ بد نزنیم، انشالله الله سبحانه و تعالی ایشون رو شفا بده و به مریدانش و دوستانش ایشون رو بازگردونه انشالله رحمان. بعد یکی هم دنبالش نوشته مجید جان، به اون کسی که قبلا نوشته مجید جان نفوذ نه نفوس، از اون داره ایران میگه که تو اشتباهی گفتی. الحمدلله که همه حال همو دارن، یعنی هم علکی یکی هم نمیذاره بره، یکی دیگه چیز میکنه. آره نفوس هست نه نفوس، این نفسشو میگه. آخه نفس نگاه، نفس اینه دیگه، میره بالا میگه دمت گرم، میگفتی شما دمت گرم، ما میگیم دمت گرم چند روز مخلی. دم ممکنه خون باشه، خب به زبان عربی دم یعنی خون، دمت گرم یعنی تو بدن هنوز حرارت هست و گرمی، و یعنی وقتی نفس آخر رو بکشی یه نیم ساعت فکر میکنم طول میکشه سرد میشه بدن. بعد این هم میگه نفوذ نه نفس، نفوذ نفوذ. اینجا ببینیم این کی گفته، راهاش میکنیم که امشب شب دعای توسل. آها روزای سه شنبه شب که میشه دعای توسل دارن همه جا، اونجا ممکنه در اونجا نبوده، شب قبلش بوده که مردم دعا میکنن و سعی میکنن از ائمه اطهار توسل به یه چیزی میکنن، که البته من عقایدم فرق میکنه، هیچ خجالتم نمیکشم بگم اینجا من توسل من فقط به الله سبحانه و تعالی است و توکل من به الله سبحانه و تعالی است، به هیچ کسی دیگه توسل نمی کنم، فقط الله هست برای من، بقیه برای من هیچ راهی نیستن. چرا؟ نمیتونن کاری برای من انجام بدن، فقط الله هست که تمام این کارها رو میتونه انجام بده، نه تنها برای من، برای همه. الله که همه چیز رو پای خودش نگه داشته، الله که تمام شمس منظومه شمسی رو هم نگه داشته، الله که ترچی ستاره است دور میچه. بابا چطور امکان داره شما نرید پیش ارباب، برید پیش یک کس دیگه که ارباب نیست، از شما خیلی خیلی پیشرفته تره، از شما علم و دانش خیلی بیشتره، از شما خیلی مقرب دستگاه هست به قول خودتون، ولی ارباب که نیست. این ارباب رو شب برید بیرون نگاه کنید آسمان ها رو، انقدر ستاره هست، اینها در یک فضای بی انتها در حال حرکت هستن و هیچ کدوم نمیخورن به هم دیگه، تق و توخ و تق و توخ. چیزهایی هست که برید ببینید، وقتی اینها رو میبینید یا الله به سجده میفتید، حاضر نیستید سرتون رو از سجده بردارید، اینقدر عظمت میبینید. و من بیام بگم عوضی که من از الله بخوام میام از یکی از امامه هم میخوام، نه امامم رو دوست دارم، معذبش نمی کنم از اینکه برم بهش بگم برای من این کار رو کن، اون عذاب میبره از دست من، یه بابا من خودم از الله خواستم هرچی خواستم، خود الله هم میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد من برم بگم نه من میخوام از شما بخوام، یا حضرت علی یا حضرت حسین یا حضرت رضا یا حضرت،
این دعای توسل من درست نمیدونم، اگر توسل به مخلوق میکنید، مخلوق هم اونهایی هستن که تو این دنیا زندگی کردن، یعنی خلق شدن. خب اگه از اونها چیزی میخواهید بل معطل، ولی اگر از الله میخواهید انشاءالله که در راه صحیح باشید. بله. بعد برای این خار چشم دشمنان یادتان نرود. بله خیلی از این بدشون می اومد، یه دی زیادی ازش بدشون می اومد، حتی از اونایی که داخل بودن، یعنی تنها خارجی ها و قاسبین سرزمین فلسطین نبودن. عزیزان، هیئتی مشهوری و رزمنده بسیجی عاشقان ابا عبدالله قلم هاش حسین آقای شریعت اتمادری دعا کنید و هر نفر 5 بار امانی عجیب مستر ازادا و یک شخصون رو برایشون بخونه. حتما بکنید این کارو. اگر هم بلد نیستید، این تو قرآن هست، یکی از این سوره هاست، من اینو خط کشیدم، قرآن اینجا نیست که بردارم بگم کجای قرآن هست، ولی اونجا هست که نوشته امن یوری به مستر ازا دعا و یک شخصون. و قبل از اینکه برنامه‌مون تموم بشه، اجازه بدید ببینم من میتونم یه چیزی اینجا بیارم. یا الله دارای فلان، این صدایی که برای ما ضبط شده بود بذارید بشنویم. دوست عزیزی داریم اینجا زندگی میکنم، فکر میکنم ایشون باشه، برای ما چیز کردن، پیام گذاشتن. 16 ثانیه هم بیشتر نیست، ممکن ایشون اینو نباشه. اما آقای اجلال مرسی بخیر، امروز برنامه نمیرم، کاریت ندارید، خورمانت خداحافظ، سلامت باشید. مرسی. بله، این دوست عزیزی که همینان با ما صحبت کردن، ببخشید. بله، دوستی هستن که بعضی وقتا در برنامه تشریف میارن. دوست عزیز من، برنامه های ما از روز دوشنبه اومده به روز چهارشنبه و ما 1 ساعت برنامه داریم، به انتهای برنامه‌مون داریم میرسیم. انشالله اگر موقعیتی باشه باز خدمتتون میرسیم. در دعاهای خودتون دعا بکنیم برای تمام افراد دنیا، فرق نمیکنه آیا شریعت نداری باشه یا کسی دیگه باشه، کسی هم که نمیشناسید، برای همه دعا بکنید و الله سبحانه و تعالی همه رو دوست داره. انشالله خیر باشه و تشکر از حضور شما. تا هفته آینده، مرحمت عالی زیاد. Run!